اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید آمار تلفات بمبگذاری هفته پیش در کابل در حال حاضر به 150 کشته و بیش از 150 مجروح رسیده است. آقای غنی در کنفرانس همکاری صلح و امنیت در افغانستان خواستار مصالحه، اعتماد و همکاری کامل با کشور همسایه پاکستان شد. پروانه هدایت گزارش می‌دهد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز در جمع دیپلمات‌های داخلی و خارجی در کنفرانس صلح و امنیت در کابل گفت آمار کشته شدگان بمبگذاری هفته پیش کابل تاکنون از مرز 150 نفر گذشته. بمبگذاری که به لحاظ گستردگی و خشونت از زمان سرنگونی حکومت طالبان در سال 2001 تاکنون هرگز سابقه نداشته است. این انفجار مهیب قلب کابل را پاره پاره کرد، اما به خاطر از خودگذشتگی های انکارناپذیر نیروهای پلیس از جامعه دیپلماتیک کسی کشته نشد، اما جان بیش از 150 نفر از مردم بیگناه، پسران و دختران را گرفت و بیش از 300 نفر را به خاطر سوختگی، بریدگی و قطع عضو راهی بیمارستان کرده است. انفجار زمانی رخ داد که یک کامیون حمل زباله با بار به گفته آقای غنی مواد منفجره در حد استفاده جنگی در بخش ورودی یک ناحیه به شدت کنترل شده کابل، جایی که سفارتخانه ها و ساختمان های دولتی در آن متمرکز شدند، منفجر شد. در آمارهای قبلی تخمین زده میشد شمار کشته شدگان حدود 90 نفر و تعداد زخمی ها بیش از 460 نفر باشد. کشته شدگان همه افغان بودند و اشرف غنی در مراسمی ویژه یاد و از خودگذشتگی 13 افسر پلیس را گرامی داشت. این افراد با گذشتن از جان خود از ورود کامیون به محل کنترل شده دفاتر دیپلماتیک و دوایر دولتی جلوگیری کردند. هنوز هیچ فرد و گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و این انفجار باعث شد بسیاری از مردم افغانستان در اعتراض به فضای ناامن کشور دست به تظاهرات بزنند. رئیس جمهوری افغانستان در این کنفرانس خواستار نزدیکی و همکاری بیشتر با کشور همسایه پاکستان شد. ما خواهان صلح با پاکستان هستیم. می خواهیم به پاکستان اعتماد کنیم. برای پیشرفت و کاهش فقر در هر دو کشور خواستار ایجاد زمینه‌هایی برای همکاری کامل با پاکستان هستیم. تنها چالش ما در حال حاضر این است که نمی‌دانیم پاکستان به دنبال چیست و چه می‌خواهد. در جریان اعتراضات ناشی از انفجار هفته گذشته تا کنون چند نفر در درگیری با پلیس کشته شدند و در پی آن روز شنبه در اثر انفجار یک بمبگذار انتحاری در مراسم خاکسپاری یکی از معترضان دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.